روز سلام به همه شما دوستان خوب همراهان همیشگی دوچ پرزش تیوی دات کام توی این درس میخوایم یک فعل بسیار مهم و کاربردی رو یاد بگیریم و ببینیم چطوری به آلمانی میتونیم بگیم به زمین افتادن یا افتادن به طور مثال یکی کیفش میفته رو زمین یا یه آدمی میفته رو زمین کلی جمله کاربردی در این درس یاد میگیریم فعلش رو صرف میکنیم زمان حال و گذشتهش رو یاد میگیریم و در از کلی جمله کاربردی که بتونین تو زندگی روزمره ازش استفاده کنین تمام فعل‌های مهم در سایت در سایت dochpazishi.com در اختیار شما عزیزان هست در اونجا شما نه تنها فعل‌ها رو یاد میگیرین بلکه در قالب جملات کاربردی یاد میگیرین صرف فعل‌های آلمانی هست و در از گرامرش رو هم یاد میگیرین دوستان عزیز اول فعل فالن رو صرف میکنیم فالن به معنی افتادن هستش یعنی یه چیزی که به دلیل وزنش به فرض میفته زمین مثل یک سیب که حالا از رو درخت میافته رو زمین و یا برفی می که میباره یا میفته یا انسانی که رو زمین میافته. از فعل فلن استفاده میشه اول صرفش میکنیم ایش فله دو فلست آی که اوملات داشته باشه دقیقا مثل اa در زبان فارسی تلفظ میشه. دو فلست اaر فلت زی فلت اس فلت ویه فلن وی فلن ای فلت ایه فلت زی فلن زی فلن که زی کوچیک و بزرگ همتور که میدونید زی کوچیک میتونه هم معنی خانم بده او خانم هم او جمع زی بزرگ شمای محترمانه هستش برگ ها از درختان می افتند دی fallen فالن فون دن بویمن دی بلتا فالن فون بویمن یعنی برگ ها می از درختان درخت ها بام یعنی درخت بویمن جمعش هستش یا پلوغال بلتا هم جمع دوستان عزیز رگن به فرض داره بارون میاد میگم رگن میتونستم هم بگم اس رگن درسه ولی یه مدل دیگه هم اینه رگن یعنی باران میباره یا شنی فلت شنی فلت یعنی برف میباره جمله زمان حاله یعنی همین الان داره این اتفاق میفته Das Kind fällt auf den Boden. Das Kind fällt auf den Boden. یعنی بچه یا فرزن یا بچه کوچیک میافته روی زمین. یعنی همین الان داره این اتفاق میافته. پس میخوایم بگیم روی زمین افتادن یه روشش اینه که بگیم auf den Boden. Auf den Boden. Das Kind fällt auf den Boden. مواظب باش نیفتی. مواظب باش نیفتی یا نیفت. پس آف فل نیشت پس آف یعنی مواظب باش احتیاط کن مراقب باش فل نیشت نیفتی حالت ایمپراتیو یا امری هستش حالا طرف میخوام بگم که نزار موبایل بیفته به فرض یه لحظه داره این موبایل میفته لب میزه میگم لاس داس هندی نیشت فلن لاس داس هندی نیشت فلن نزار که موبایل بیفته لاسن در اینجا معنی نزاشتن یا اجازه ندادن داره درسته؟ لاسن رو کار کردیم قبلا دستان البته این فعل موقعی که ما بخوایم بگیم یه چیزی افتاده بیشتر در حالت پرفکت استفاده میشه یعنی زمان گذشته است که یه چیزی افتاده میخوام بگم افتاده زمان گذشته میشه چون فعلمون حرکتی هست جابجایی درش هست درسته واسه همین حالت پرفکتش با زاین میاد دوستان عزیز زاین پلوس پارتیسیپ سوای فعل فلن میشه گفلن 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 به طور مثال اون خانم پیر به زمین افتاد حالا نمیگم به زمین بلکه میگم فقط افتاد حالا یا رو زمین افتاده یا تو را هر جایی دی آلت دام است گفلن دی آلت دامه ist gefallen میتونستم بگم die alte Frau ولی دامه حالت محترمانه تر داره یعنی اون خانم پیر افتاد die alte دامه ist gefallen من افتادم توی آب زمان گذشت است مثلا پنج دقیقه قبل افتادم یا یه ساعت قبل افتادم ich bin ins Wasser gefallen ich bin ins Wasser gefallen اینس مخفف این داس هستش دوستان عزیز چون حرکتی هست دیگه حالت آکوزاتی استفاده شده اشبن bin اینس Wasser گفلن من افتادم توی آب من زون است از دم Bett گفلن من زون است از دم Bett گفلن یعنی پسر من از تخت افتاد به فضل تخت خوابیده بوده پسر من و حالا اینجوری افتاده پایین رو زمین شما میتونید اینو بگید ماین زون از اوستن بت گفالن ما که میخواید بگید از جایی افتاده حالت داتیو میگیره دوستان عزیز برعکس بالاز من گفتم به آب افتادم تو جمله بالا حالا میگم از تخت افتاد میشه اوس دیم تو مثال بعد میخوام بگم که این بشخاب این ظرف مثلا از میز افتاد یعنی از رو میز افتاد پایین دس است فوم تیش گفالن است فوم تیش گفالن میبینید که در از چیزی افتادن میتونه آدم باشه در اونجا یا پایین اینجا دس باشه به معنی ظرف ظرف و ظروف است فوم تیش گفالن دارم تو خیابون میرم میبینم که یه نفر کیفش میفته زمین میخوام بهش اطلاع بدم بهش خبر بدم میگم انچولیگون ایغه تشه از تو بودن گفلن ایغه تاشه است تو بودن گفلن. ببخشید کیفتون افتاده زمین میتونستم مثلا تو بودن هم نگم به جای تو بودن میتونستم هم بگم آفتن بودن درست هر دوتاییش درست بود یه مدل دیگه هم میشه گفت مثلا میبینم که طرف کیف پولش افتاده زمین میخوام بهش بگم که کیفتون افتاده روی زمین میگم هلو هلو در اصل سا... تو زبان آلمانی دوستانی که تو آلمان زندگی میکنن میدونن معنی سلام میده ولی موقعی که میخوان یه کسی رو صدا کنن هم از این هلو میشه استفاده کرد مثلا میگم هلو یه گلد بایتل اس اوف بودن گفالن هلو یه گلد بایتل اس اوف کیف پولتون افتاده روی زمین خبر دارم میدم بهش پس این که هم میتونید بگید سو بودن هم آف بودن هر دوتاییش درسته بالا گفتم شنی فلت درسته یا غیگن فلت حالا گذشتش رو بخوام بگم میگم اس است شنی گفلن اس است شنی گفلن. یعنی برف اومده برف افتاده زمین منظور اینه یا برف باریده میشه تو فارسی گفت و یا Es ist Regen یه مدل دیگه هم هست موقع که کسی بخور زمین میگن که از فعل هین فالن استفاده میشه هین یعنی به جایی درسته به جای یعنی حالت حرکتی به جای منتقل میشه مثل هینزتسن یعنی به جای نشستن این هم همین هینفالن میشه مثلا لیزا ایز هینگفالن یعنی لیزا خورد زمین افتاد زمین لیزا است هینگفالن میخوام بگم که حالا مثلا پیتا با صورت یا با حالا میگم با بینی خورد زمین مثل همون هینفالن هستش هینفلن معنی خوردن زمین اتفاقی میده یه کسی که تعدلش را دست میده میخورد زمین پیتا ایست افتی نازگفالن پتا است auf die Nase منظوری که با بینی اومده رو زمین منظور همون افتادن هستش. به همین شکل میتونم حالت های مختلف بگم. تو این جمله میخوام بگم که آقای مولا به سمت جلو یعنی رو به جلو افتاد و یا نه روبه عقب افتاد و یا با صورت خورد زمین و یا با کمر یا با پشت افتاد زمین. درست همه این چیزها رو میتونید بگید دوستان عزیز میبین این جملات اگه شما حفظ بکنین به سادگی میتونین آلمانی صحبت کنین دیگه نمیخوان دقت کنید که خب حالا من بگم که آکوزاتیو بذارم جاش داتیو بذارم جاش مگه شما جمله بلد باشید و جملات خوب و جملاتی که آلمانی ها استفاده میکنن میتونید خیلی آسون مثل خودشون صحبت کنید و اونا هم شما رو راحت بفهمن هر مولا است ناخ Herr Müller ist nach vorne gefallen. Herr Müller ist nach hinten gefallen. Herr Müller ist nach hinten gefallen. Herr Müller ist auf das Gesicht gefallen. surat Herr Müller ist auf das Gesicht gefallen. Herr Müller ist auf den Rücken gefallen. Herr Müller ist auf den Rücken gefallen, kamar حالا یه مدل دیگه هم هست مایی که من بخوام بگم که من موبایل زیاد از دستم میفته میتونید از این فرمول بندی استفاده کنید میا حالت رفلکسیو داتیو به خودتون برمیگرده میا فلت داس هندی ز افت اوست هند میا فلت داس هندی زه افت اوست هند یعنی من موبایل خیلی از دستم میفته حالا من شما میپرسم اون دو برای تو چجوریه؟ جوریه آیا موبایل از دست تو هم زیاد میفته زمین میتونید جواب این سوال رو به عنوان تمرین این درس در کامنت بنویسید و یا هر جمله دیگه ای با فعل فالند که تو این درس یاد گرفتین تا درسه آینده خدا یارو نگهدارتون دوستان